سلام همه دوستان، علی رجبی هستم. از دیگر بحث های مربوط به فوتوشاپ CS5 راجع به مقوله ای میخوام صحبت بکنم، یا راجع به گزینه ای میخوام صحبت بکنم که هم میتونه جذاب باشه و هم میتونه نه. یعنی چی هم میتونه جذاب باشه و هم میتونه نه؟ نکته اینجاست که نحوه استفاده از این فرمان یا دستوری که میخوام به شما یاد بدم بسیار بسیار کلیدی و حائز اهمیت. همه ما میدونیم که تصاویر HDR یا High Dynamic Range تصاویری هستن که در دنیای امروز بسیار کاربردهای متفاوتی دارن و ما هم به طور کامل به اون خواهیم پرداخت در توتوریال ها یا آموزش های مختلف یا DVD های متفاوت توسط من یا دوستان دیگر. اما مسئله‌ای که در فوتوشاپ CS5 اومد و اضافه شد در منوی ایمیج و در قسمت Adjustment گزینه‌ای هست به اسم HDR Toning که در حقیقت تصویر یا تک شات شما رو شبیه یک تصویر HDR میکنه. این نکته لازم به ذکره که در تصاویر HDR تعداد رنگ ها برای ما اهمیت داره، در حقیقت فایل های ما 32 بیته و و و و خیلی آیتم های دیگه که بیشتر راجعش بعدا صحبت میکنیم. زمانی که HDR تونینگ رو میزنم میدونیم که این نکته های اهمیته. اگر شما لایه داشته باشید 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 نمیدونم adjustment داشته باشید و بخواید تصویرتون رو HDR تونینگ رو استفاده کنید، حتما اختار فلاتن رو به شما میده و میگه که گزینه HDR تونینگ لایه های شما رو خواهد بس و فلات خواهد کرد. آیا میخواید ادامه بدید؟ قطعا شما مجبورید اگر میخواید این کار بکنید از گزینه Yes استفاده کنید. گزینه HDR تونینگ باز میشه و شما با باکس های متعددی مثل در حقیقت به این صورت مثل Edge Glow یا تابش روی لبه ها، حالا این لبه ها منظور چی است راجبش صحبت میکنیم، Tone and Detail در حقیقت اصلاح رنگ و نور و جزئیات مثل کنتراست روی خاکستری ها، کار روی غلظت و اشباع رنگ و در نهایت کار کردن با کرو بر از روی نمودار هیستوگرام برای تغییر کنتراست رنگ نور و و و و آیتم های از این دست که ما روی نور کار خواهیم کرد. در قسمت اول نکته جالب توجه اینجاست که یک سری پیش فرض ما اینجا داریم که شما میتونید اینا رو استفاده بکنید، مثلا مثلا فلات کنین، مثلا مثلا فوتوریالیستیک لو کنتراست کنین و گزینه های دیگه. میذارم روی پیش فرض یا روی همون دیفالت تا تصویر من برگرده. یه نکته بسیار مهم، این آیتم ها واقعا با هم وابستن، یعنی شما با تغییر هر کدوم میتونید که به نتایج متفاوتی برسید. در قسمت ایج گلو شما میتونید تابش های موضعی نور بر روی تصویر رو تغییر بدید، مثلا مثلا ریدیوس رو که بالا میبرید و در کنار اون استرنت رو تغییر میدید. به نوعی ریدیوس میتونه که شدت یا کنترل دی سایز اف گلو افکت، شدت در حقیقت افکت تابش شما رو کم و زیاد بکنه، و استرنت میتونه کنتراست بین اون رو تغییر بده. به طور مثال استرنت رو پایین تر میارم، ریدیوس هم یه مقداری میبرم بالاتر که تغییر بکنه. میام روی گزینه تون اند دیتیل. گاما در حقیقت اختلاف بین شادوها و هایلایت های من است. من میتونم کمتر بکنم یا بیشتر بکنم، فرقی نمیکنه برای من، قابل تغییر هست. به طور مثال این رو روی 0.8 میذارم. اکسپوژر میتونم شدت نور دهیم رو کم بکنم. دیتیل که وقتی روش وای میسین مینویسه فایند دیتیل این ایمیج، ولی منظور از فایند دیتیل این ایمیج پیدا کردن در حقیقت کنتراست بین خاکستری ها و کار کردن روی پیکسل های جزئی هست که از نظر رنگی و نوری با هم متفاوتن. میتونم اون رو بالا ببرم و کاملا تاثیرش رو ببینم. یه مقدار اگه اکسپوژر رو بالاتر بیارم، گاما رو کمتر کنم، فکر کنم برای من به این صورت جذاب باشه. شادو کار کردن روی سایه ها هست، میتونم اونها رو روشن تر و یا تیره تر داشته باشم، روی شادو ها کار بکنم، یا هایلایت ها رو تیره تر کنم، یا هایلایت ها رو باز هایلایت تر کنم، یا مدار هایلایت ها رو کم میکنم. باز میتونم اینجا بیام روی دیتیل و یه سری تغییرات رو بدم که برای من کاربردی و کارساز باشه. میام روی کالر، وایبرنس و ساتوریشن. ساتوریشن به طور کامل غلظت من رو میبره یا غلظت من رو 100% افزایش میده. اما باتری موسمانم فکر کنم در حال تمام شدن هست. نکته اینجاست که گزینه وایبرنس به این صورت عمل میکنه که من میتونم با افزایش وایبرنس یا کاهش به صورت هوشمندانه شدت غلظت رنگ رو در اون جایی که زیاده کم کنم یا در اون جایی که کمه زیاد کنم. وایبرنس رو بالا میبرم، میام روی تون، تونینگ کرو و هیستوگرام و میتونم کنتراست رو بالاتر ببرم یا این قسمت رو پایین تر بیارم
و نور رو بیشتر بکنم تو قسمت هایی که مد نظرم هست. با نگه داشتن کلید کنترل و حرکت کردن بر روی تصویر میتونم ببینم در کدوم قسمت از نمودار اینستاگرامم دارم کار میکنم. میام اینجا به طور مثال، یا میام این قسمت یا این قسمت، کلیک میکنم و فقط روی این بخشا شروع میکنم به کار کردن. یا اینکه اگر قبلا کار کردم، که من قبلا این کار انجام دادم، و میتونم یک پریست برای خودم ذخیره بکنم که فقط کافیه سیوش بکنم. روی لیستم کلیک میکنم و پریست لیستم، گزینه اسکایپ پریست، گزینه است که من خلق کردم، روی اون کلیک میکنم تا تصویر اشتیاری که خلق کردم دیده بشه. حالا چه خوب چه بعدش رو با هم کاری نداریم که این حالا طبیعی هست یا غیر طبیعی هست. اوکی میکنم. نکته جالب توجه اینجاست که همچنان میتونم از ادجاستمنت ها استفاده بکنم. مثلا مثال بیام رو بلک اند وایت و فیلتر های کنتراست بلو رو یا های کنتراست رد رو انتخاب بکنم و یک تصویر جذاب داشته باشم. بلندینگ از نورمال به مالتی پلای تغییر بدم، از مالتی پلای به سافت لایت تغییر بدم و و آیتم های دیگه ای. یا اینکه میتونم کپی بگیرم از سوژم، بیام توی فیلتر، بعد بیام توی بلار، مثلا فیلتر the Gaussian blur و به طور مثال افزایشش بدم، بعد اوکی کنم، بعد بیام توی مالتیپلای تغییرات این شکلی، یا بیام توی سکرین یا در هارد لایت. نمیدونم با توجه به نیازی که دارید میتونید تغییر بدید و آیتم ها رو داشته باشین. بنابراین گزینه HDR تونینگ، حالا اگر این رو هم داشته باشم میتونه اپاسیتیش کم از زیاد بشه. بنابراین خیلی هوشمندانه ما میتونیم با گزینه HDR تونینگ به جوابهای فوق العاده و بی‌نظیری برسیم. علی رجبی هستم از مرکز آموزشی آترین.